سلام سلام حالتون چطوره؟ امروز میخوام حالتون رو بگیرم پس بیایم بریم درس 25 رو شروع کنیم تو این درس میخوایم به مسائل مربوط به سلامتی بپردازیم به, به مشکلات و به دردها و به مریضی های تقریبا عادی نه مریضی های خاص به بیماری های خاص نمیخوایم بپردازیم ولی این چیزایی که لازم داریم بدونیم انواع بیان کردن درد انواع بیان کردن مشکلات و نواهی مختلفشون رو با هم بررسی کنیم خدا رفتگان شما رو بیامرزه مادر بزرگ مرحوم منم یه وقتی میگفت بیا میخوام حالتو بگیرم منظرش این بود که بیا میخوام حالتو بپرسم بگیرم حالتو پیش خودم بدونم حالت چجوریه منم فقط میخوام حالتون رو بپرسم نمیخوام حالتون رو بگیرم بریم با هم تمرین رو شروع کنیم آیا شما ساعت هفت قرار ملاقات دارید؟ Do you have an appointment at 7 o'clock? آیا قرار ملاقات ساعت سه رو دارید؟ Do you have the 3 o'clock appointment? هر دو حالتش درسته چه چیزی شما را امروز آورده به مطب؟ چه چیزی شما رو کشونده به مطب؟ What brings you to the office today? بچه ها یادتونه درس قبل تر ما میگفتیم today خب حالا اومدیم یه ذره بالاتر میخوایم یه ذره تر صحبت کنیم به جای تو میگیم ته تو مون شده ت شده تدی کم کم بینا بینش رو با هم پیدا میکنیم قبلا او میگفتیم او میگفتیم الان میخوایم ای بگیم قاطی میشه با هم یه چیز خوبی عذاب در میاد خب مشکل شما چیه؟ Well, what's wrong with you? مشکل مادر شما چیه؟ What's wrong with your mother? مشکل پدرتون چیه؟ What's wrong with your father? اون نمیتونه خوب نفس بکشه. He can't breathe well. He can't breathe well. مشکل سگتون چیه؟ What's wrong with your dog? چرا نمیبریدش پیش یه دامپزشک؟ Why don't you take it to a vet? Vet. قشنگ وی تلفظ میشه. نه W. عزیزم مشکل چیه؟ مثلا آقای دکتر مهربون اینجوری میپرسه What's wrong with you, honey؟ مشکل بچهتون چیه؟ What's wrong with your baby؟ امروز چه احساسی داری؟ How do you feel today؟ چندان خوب نیسته Not so good موضوع چیه؟ مشکل چیه؟ What's the matter؟ احساس وحشتناکی دارم. I feel terrible. شما چه احساسی دارین؟ How do you feel? چندان احساس خوبی ندارم. I don't feel so good. So که اومده میشه چندان. امروز چطوری؟ How are you today? من احساس خوبی ندارم. I'm not feeling good به شدت خستم I'm exhausted سردرد دارم I have a headache دندون درد دارم I have a toothache دل درد دارم I have a bellyache دل درد همون شکم درده تو ناحیه شکم کل این محدوده معده و روده و نمیدونم کبد و مسانه و اینا همه رو میتونه شامل بشه چرا یه مقدار استراحت نمی کنی Why dont you take some rest کمرم درد میکنه I have بک چرا بک ایک ا نگرفت به خاطر اینکه یک مجموعه ای رو شامل میشه پشت نمیتونم خم بشم I can't bend over. چرا دراز نمی کشی؟ Why don't you lie down? گوش درد دارم. I have an earache. I have an earache. چرا نمیری بشه یه دکتر؟ Why don't you see a doctor? شکمم درد میکنه. I have a stomachache. تو باید بری پیش دکتر You should see a doctor و چند تا قرص بخوری You should take some pills تو uh, نواهی دیگه بدنت هم درد داری Do you have pain in other parts of your body خب اینجا میخوایم با یه حالت دیگه ای جواب بدیم میگه ازولات هم درد میکنه I have sore muscles. او oh, اون پین پرسیده بود گفته بود درد داری؟ پین داری؟ اما این میگه چی؟ sore muscles. sore اینجا به معنی درد و گرفتگی و التهابه. کجا دیگه استفاده میشه؟ اینجا. گلو درد دارم. I have a sore throat. throat میشه گلو. گلوم متورم شده درد میکنه دیگه چی؟ چش درد دارم I have sore eyes بعد مقداری شربت سرفه مصرف کنی You should take some cough syrup بعد قطره چشم استفاده بکنی You should take eye drops Eye drops, drop میشه قطره خب مدل دیگه عنوان کردن درد کلمه هرت هستش هرت البته بعضی جاها اینو هارت هم میگن هارت در واقع معمولا برای قلب استفاده میشه ولی وقتی توی ترکیب میاد مثلا میگی من فلان درد میکنه هارت اونجا بشنوی لهجه است دیگه بعضی نواهی هارت میگن میفهمی که این منظورش درده منظورش قلب مثلا میگه نمیتونی بگی که من گردنم قلبه نداره داره میگه من گردنم درد میکنه میگه my neck hurts یا میگه my neck hurts اگر شنیدید بدونید منظورشون همینه خب گردنم درد میکنه را که گفتم بعدی قفسه سینم درد میکنه my chest hurts ممکنه قفسه رو تو ترجمه دیگه نیاریم قفسه سینه بگیم سینم درد میکنه منظور در واقع محدوده در واقع سینه هستش نه در واقع چیزی شبیه به مثلا سینه خانوم ها که بخواید مثلا بهش فکر بکنید نه چه خانوم چه آقا اگه بگه منظورش محدوده ناحیه سینه هستش بازوهام درد میکنه. My arms hurt. اس نگرفت چرا؟ چون جمع بود. بازوهام. آرنجم درد میکنه. My elbow hurts. ساعدم درد میکنه. My forearm hurts. مچ دستم درد میکنه. My wrist hurts. دستم درد میکنه. My hand hurts. انگشت شستم درد میکنه. My thumb hurts. بی تلفظ نمیشه. My thumb hurts. انگشت اشارم درد میکنه. My index finger hurts. Index به معنی فهرستم هست به معنی اشاره هست معنی دیگه هم داره انگشت وسطیم درد میکنه My middle finger hurts انگشت حلقم درد میکنه این یکی My ring finger hurts انگشت کوچیکم درد میکنه My little finger hurts انگشت های پام درد میکنن My toes hurt تو Toe به تنهایی معمولا برای شست پا استفاده میشه ولی اس که میاد کل انگشتای پا رو میگیره و هرتمون هم اس دیگه نمیگیره چون جمع شد کف پام درد میکنه My soul hurts یه مدل دیگه گفتن درد اینه که بگی من احساس درد میکنم در ناحیه فلانجا. مثلا چی جوری من احساس درد دارم تو ناحیه کمرم I feel pain in my waist من احساس درد دارم تو پاهام I feel pain in my legs من تو زانوم احساس درد دارم I feel pain in my knee من تو قسمت پنجه پام پایین پام احساس درد دارم I feel pain in my foot بالای پا رو شامل نمیشه فقط اون قسمت پایین پا رو شامل میشه احساس سرگیجه دارم I feel dizzy حالا تهوع دارم I feel queasy دیروز احال رفتم. بیهوش شدم. I fainted yesterday. احساس می میکنم. I feel weak. احساس درد دارم تو قسمت مچ پام. I feel pain in my ankle. فکر کنم سرما خوردم. I think I have a cold. باید بری آن پول بزنی. You should have a shot. این شات اینجا نه به معنی نمیدونم مشروب خوردنه نه به معنی شلیک کردنه نه به معنی دیگه است اینجا به معنی آمپول زدنه اصطلاح من آمفلانزا دارم آمفلانزا گرفتم I have the flu باید چند تا آنتی بیوتیک واسه آنفولانزات مصرف کنی you should take some antibiotics for your flu. من تب دارم. I have a fever. بایستی چند تا قرص بخوری. You should take some pills. شما بایستی آنتی اسید مصرف کنی. یا یعنی که بایستی ضد ترش کردگی، ضد ترشی معده استفاده بکنی. You should take an antacid. شما باید این مقداری مسکن مصرف کنید. You should take some painkiller. killer. یعنی کشنده از بین برنده. Pain هم که میشه درد. ترکیبش ما میگیم مسکن. ضد درد. از بین برنده ی درد. یه دونه قرص استفاده بکنید. یک شب در میون بعد از شام. Take one pill every other night after dinner. دو تا قرص استفاده بکنید هر روز صبح قبل از غذا، ناشتا. Take two pills every morning before the meal. حالا می‌خوام بریم یه سری دیگه از انواع مشکلات رو بررسی کنیم. مثلا آلرژی داشتن نمیگیم من آلرژی دارم I have allergy نداریم میگیم I am allergic to من آلرژی دارم به فلان چیز از have استفاده پس نمی کنی. من به خورشید حساسیت دارم I'm allergic to the sun من به نور خورشید حساسیت دارم I'm allergic to sunlight. حالا میتونید شما وردارید هر چیزی که حساسیت دارید رو اینجوری استفاده بکنید. بگید من به فلان چیز من به بادمجون حساسیت دارم. صداتون عوض میشه مثلا. مدل بعدی اینه که میخوایم از هو استفاده بکنیم. تو چه مواردی مثل اینا؟ من صرفه میکنم. صرفم میاد. صرفه دارم. I have a cough. من عطسه می کنم. عطسم میاد. I have a sneeze. آبریزش بینی دارم. I have a runny nose. خون دماغ دار نمیگیم خون دماغ دارم میگیم خون دماغ شدم در واقع ما تو فارسی از گذشته استفاده میکنیم ولی اینجا از حال استفاده میشه میگیم I have a nosebleed. بلاد میشه خون بلید میشه خون ریزی خون ریزی بینی نوز بلید اما اگه میخوایم بگیم که بینی من خون ریزی داره اینجوری میگیم My nose is bleeding بینیم داره خون ریزی میکنه فکر کنم دارم سرما میخورم یا آنفولانزا میگیرم تمام روز صرفه و عدسه میکنم I think I'm getting a cold or flu. I'm coughing and sneezing all day. I think I'm getting a cold or flu. I'm coughing and sneezing all day. من مشکل بیخابی دارم. من از بیخابی رنج میبرم. من از بیخابی زج میکشم. I'm suffering from insomnia. پدرم شبها خور پف میکنه. My father snores at night. من خیلی عرق میکنم. I sweat a lot. تلفظش مثل کشور سوئد میمونه برای ما. سوئد. همسایه من به دلیل سرطان فوت کرد. My neighbor passed away because of cancer. خب ما یه چیزی داریم به اسم passed away یعنی فوت کردن که البته محترمانه تره یعنی درگذشتن. همسایه من درگذشت به خاطر سرطان. اگه بگیم داید یعنی مرد یه ذره تند و تیزه یه چیز دیگه هم داریم به اسم پست out یعنی قش کردن از حال رفتن چجوری میتونیم فرق اینا رو برای خودمون نشانه گذاری بکنیم کلیدی واسش بسازیم اوت یعنی همین بیرون همین بغل away یعنی خیلی دور پست رد شد خیلی دور درگذشت پست اوت یعنی همین بغل یه اوتی شد قش کرد از حال رفت و دوباره برگشت. فشار خون من همیشه بالاست. My blood pressure is always high میتونید برعکسشان Always low مثلا فشار خون مادر من همیشه پایینه. My mother's blood pressure is always low. انگشتم و زدم بریدم I cut my finger باستی بانداج کنی اونو یعنی اینکه بانداج بذاری روش You should put a bandage on it bandage یعنی بانداج کردن پامو شکستم I broke my leg باستی بری بیمارستان برای اینکه اشعه X بگیری. You should go to the hospital for an X-ray. شونم در رفت. I dislocated my shoulder. Location که می دونید. یعنی موقعیت. Dislocate میشه از موقعیت در اومدن. ایدی گرفته گذشته شده از موقعیت خودش در اومده حالا چرا آی چرا اینجا ما داریم میگیم من پامو شکستم من شل دارم و از جاش در آوردم شاید من نکرده باشم ولی تو انگلیسی اینجوری عنوان میکنن مگر اینکه یعنی ما بخوایم مجهول بگیم که چی شده که پا شکسته مجهول بگیم که چی شده که شونه در رفته مچ پام پیچ خورده. I sprained my ankle. مچ پامو پیچ دادم. باز گردن خودمه. یه دندون شکستم. یا یعنی اینکه یه دندونم شکست. درستش اینه. I broke a tooth. یه پرکردگی رو از دست دادم. پرکردگی چی؟ دندون. I lost a feeling feeling یعنی پرکردگی روکش دندونم لقه My crown is loose mm. crown به معنی تاج میشناسیمش اینجا هم معنی تاج هست ولی تاج دندون و خب تاج دندون به فارسی میشه روکش روکش دندون loose هم یعنی لقه معنی گشادم میده لسه ها متورم شده My gums are swollen از پله ها که میرم بالا نفسم بند میاد I run out of breath when I climb the stairs Run out Run out نفسم بند میاد نفسم میره باز خودش برای الکتریسیته و برای گاز و این چیزا هم از اوت استفاده میکنیم برق قطع شده گاز قطع شده کجا دیگه استفاده میکنیم مثلا میگیم نونمون داره تموم میشه We are running out of bread بنزینمون داره تموم میشه We are running out of gas آبمون در حال تموم شدنه We are running out of water پدرم دیشب از حال رفت، قش کرد. My father passed out last night. اون باید فوراً آزمایش خون بده. He should have a blood test immediately. چرا نگفتیم take؟ چرا گفتیم have؟ اون باید تست خون رو داشته باشه. مادرم به خاطر گرم و زدگی مرد. My mother died because of sunstroke. Died میبینید خیلی مستقیم و دایرکته. مرد. Passed away میشه درگذشت. فوت کرد. من دارم میرم داروخونه. I'm going to the drug store. نسخه داری؟ Do you have a prescription? بله دارم Yes I do. من برای میگرنم چند تا قرص مصرف میکنم ولی متاسفانه اونا عوارز جانبی دارن I'm taking some pills for my migraine but unfortunately they have side effects Migraine همون میگرن ما میگیم ساید افکت هم که میشه عوارض جانبی من نیاز دارم فورا یه دکتر رو ببینم یا یه دکتر منو ببینه I need to see a doctor right away شما باید قرار ملاقات داشته باشید You need to have an appointment متوجهم ولی من قرار ملاقات ندارم I see, but I don't have an appointment. I see, یعنی متوجهم میفهمم. معنی دیدن اینجا نمیده. متاسفم، اما من نمیتونم کمکی بهتون بکنم. I'm sorry, but I can't help you. بعد فکر کن یه وسط این گیرودار بالاخره یه دکتر مهربونی پیدا بشه بگه که مشکل شما چیه؟ What's wrong with you? والا راستش نمیتونم خوب ببینم Actually I cannot see well من نزدیک بین هستم I'm near sighted من دوربین هستم یعنی در واقع چشمام دوربین هستش و چشمام نزدیک بین صحبت شو کرده بودیم I'm far sighted خوب نمیتونم بشنوم I can hear well. شما به سمعک نیاز دارید. You need a hearing aid. این aid با aid ما یکی نیست به معنی کمکیه. Hearing هم میشه شنیدن کمک شنوایی میشه سمعک. من دارم کچل میشم و شوره سر زیادی دارم. I'm getting bald and I have a lot of dandruff. به نظر من شما با از شامپو عوض کنی. In my idea, you should change your shampoo. خب امیدوارم که واقعا بیماری نداشته باشید و تجربیات بیماریتون به حداقل برسه و سالم و سلامت باشین. پایان درس 25م اگر این آموزش برای شما مفید بوده شاید برای دیگری هم مفید باشه پس باهاش در میون بگذارید